و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام برادر شما دانشجویان و دانشگاه محترم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. اینم اینجوری گفتم که بعدا صوت گوش میکنم خودم بفهمم کجا سخنرانی داشتم. از این در خدمتتون هستم. خداوند متعال شاکرم. تبریک عرض میکنم پیام ربیع و اعیاد ربیع رو خدمت شما بزرگواران و عزیزان. خب الحمدلله در جمع عزیزانی هستیم که آدرنالین خونشون بالاست این مقدار و خطرناک هم هست، باید کنترل بشید. تا این تحلیز لپتاپ رو روشن بشه، این گوشیاتون رو چیز گذاشته دیگه، حالت پرواز دیگه. آه این فردا من زنگ بزنم میگم کیه داره زنگ میزنه، بعدا زایی نشه داره همونه که هزینه ها رو برش هم میزنم. خب آخه این حالی برنده خوده همچون گوشی هر روز اونگاه زرب رو کنیم که اینقدر یه سعیزه من آسفه بودم. بیا به این مریم کارت به پدر رو کنیم. خب با عنوان سبک زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم این ساعتی در خدمت شما بزرگواران هستم مفید و فایده باشه. درست فهمیدم وقت نداریم زیاد، بخاطر من خیلی سریع سراغ اصل عرایض زندگی. این که خوب باشه که میخوام ایستا بگم به دردتون بخوره، اره که نمیدید وقت از شما بگیم و خودم بگیم و بلنشه بگیم. ما راست و سنگیش همه همون متوجه اتفاقات و مملکت هم شدیم، همه همون فهمیدیم یه اتفاقات همون تا نمیدیم چیه. یعنی ببخشم پشتم باشم. بعد آره متوجه شدیم که خرابکاری صورت گرفته و یه سری چیزا داره تغییر میکنه، منتها نمیدونیم چیه در واقع. ولی باید یه فکری به حالش کرد. یه اول باید یه کاربرد شناسی بشه که آقا کاربرد شکافی بشه باشه که ما داریم کجا میریم. سبک زندگی ما تابع یعنی رفتارهای ما ایرانی ها سبک زندگیشون اینه که مثلا بد رانندگی میکنم بده رانندگی کشور دیگه خیلی منظمتر قانونیتر درست. آقا ایرانی نکات خوب هم میگم بد هم میگم، این ناشی از چی؟ ناشی نحوه فکر کردن ما، نحوه اندیشیدن ما. فکر شما تابعه چی؟ تابعه دو چیز. الیق سادش میکنم با ریاضی میگم، نگران نباشن اون رو تجربی ها ریاضی درد راه نماییه بیشتر بلاتر نمیاد. اونم چی؟ اینم که تابعه این که چه عددی رو تو چه تابعه میذاریم. ما رو نه ساده است ایگر موسو ایکس دو سخته تا این حد، یعنی خب عبارت جبری یاده نه ساده، یعنی ما مجازیم یه سری اطلاعات به مخمون برسه، یه بخشی که اصلا غیر مجاز میرسه، یعنی نمیخوایم و میبینه چشمون، نمیخوایم و میشنویم. خب بعد با این اطلاعات چیکار میکنیم؟ نسی بایدن چیکار میکنیم با این اطلاعات؟ هیچی، با قالب های ذهنی که داریم میریزیم توش استفاده میکنیم. شما آب رو بریزید تو این شیشه شکل این میشه، تو لوله آزمایش بریزید شکل اون میشه، تو گردون بریزید شکل گردون میشه. حالا یه خورده به این سادگی هم نیست، یه خورده الان خودم بستش بدم شاخ و برگش بدم قشنگ‌تر میشه، بس براتون کاملا جا میفته. خب پس ما یک سری اطلاعات رو میگیریم. اطلاعات از کجا میگیریم؟ تلویزیون، رفیقمون، گوشه موبایلمون، صحبت‌های دور و برمون، تو خیابون داریم میچرخیم، بیلبوردایی که داریم میبینیم. صبح شب ما در حال دریافت اطلاعاتیم. پس اولین جایی که ما رو میشه کنترلمون کرد، پس باید رفتارمون تغییر بکنه. برای اینکه سبک زندگیمون تغییر کنه رفتارمون تغییر کنه. اگه رفتارمون تغییر کنه باید فکرمون تغییر کنه. فکرمون چجوری تغییر میکنه؟ اطلاعاتی که میگیریم تغییر میده. اینو دارن درس میگیرن. متاسفانه ما شدیداً نیازهامون داره مدیریت میشه، شدیداً هیچ کاری از دستمون برنمیاد. یه بار اون سخنرانی گفتم، ما دانشجو بودیم با رفیقم می‌خواستیم بریم، گفتیم چی الان میچسبی بودی شما؟ یه نون پنی گردو امشب شام بزنیم اینا. گفتیم آره بریم صدران نون سنگک بگیریم، یکم پنی تبریزی بگیریم، مثلا گردو هم بگیریم، بریم چه شامی بزنیم اینا. داشتیم رد میشدیم مثل اینجا در یک کبابی لامصبی دیگه به دنبه نخته بود توی زبا، ما همینجا ده قدم رد شدیم مطمئنی فلان اینا، برگرد بریم اینا.
رفتیم تو کبابی سری ما چی شد؟ تغییر کرد. ما نیازهامون تغییر کرد. از کجا اطلاعات بود؟ آقا من دوست ندارم این تبلیغات در اختیار من قرار بگیره. باید کیو ببینم؟ چرا؟ چون میدونم این تبلیغات مزاق من رو تغییر میده. این واقعا اگه اون کبابی نمون اون شب میرفتیم شام مطلوب خودمون رو میخوردیم کلی هم حال میکردیم. پس امروز آدم ها شما که مثل ربات استادیه اینیه عروسه که خیلی شبوزی دست بگیرید از چه طریقی؟ نیازهاشون رو کنترل کنید. برای اینکه نیازهاشون رو کنترل کنید باید اطلاعاتشون رو کنترل کنید. اطلاعاتی به ذهنشون میرسه. شما دارین اطلاعات به شما داده میشه دائم تو تبلیغات دائم داره. اصلا این تبلیغات دیوانه داره میکنه مردم. در شما ترس به وجود میاره که اگه اینو نداشته باشی تو بدبخت. اصلا تبلیغات نمیگن چی داری، میگن اگه نداشته باشی. همین چی شد؟ میگه ببین من این کفشو پام کردم همینطور راحت دارم راه میرم تو تلویزیون داره میگه. با بقیه هم نشستن همه بندگون خدا افتادن زمین خسته و کوفته. اونا شد چون شما از اون کفشا نداری بدبختی. ای پس نکنه منم از این کفش تو همون اولش اینو نخریدی که قراره با تبلیغات بری بخری. حس بدبختی رو بده انتقال بده که بیچاره تو هم نداری، تو هم حتما باید خسته میشه. این نداشتنها رو در شما به وجود میسازه. واقعیت ما داریم کنترل میشیم. تفکر رو دارم کنترل میکنم. یه سخنرانی داشتم زوری گفتم این نفاسات فی الاغت نه فقط دمندگان در گره ها. از علما و خدمتشون رسیدون گفت این دمندگان در عقاید من رو نیازی به خدا پناه ببریم. من فکر تو میریزم من اطلاعات ما چیجور داره میگیریم؟ اخبار نام تلگرام باز میکنیم ای زلزله شد، این کلیپ فلانی رسید، آی مسکن من اینجوری شد، یعنی تون تون داره خبر میاد. منتها این خبرها اطلاعات خام نیست، در دلش تحقیق هست. یعنی هم آبو داره بهت میده هم جای آبو ظرف هم بدینا رو ظرف ها رو بس میده. این فعلا تا اینجا بعد میگم کامل ترش بریم رو ظرف. این اطلاعات ما کجا میرسیم؟ میرسیم توی قالب های ذهنی ما، توی لیوان، توی استکان، تو هم گلدون. چه شکلیش میکنه قالب های ذهنی آدم ها مختلفه، بستگی به قومیت هاشون، مذهبشون، موقعیت که ابنیمی توش زندگی با متفاوت. مثلا آریایی ها احترام به بزرگترشون خیلی شاخص بوده، حالا میخواد مسلمان بوده باشن یا نباشن. هنوز که همزه تو هندی ها میمونده مسلمان هم نیستن، دیدی؟ سجده میکنن اون پدر مادر، دست میزن به نوک پاشون، به کفششون میخوستن میزن رو سرشون. درسته؟ این پس بین آریایی ها بوده احترام به بزرگتر. حالا بین شیعیان هم هست، امام صادق میفرماد شیعیان ما رو بشناسید با احترام به بزرگتر. پس ما یک سری قالب های ذهنی رو به واسطه قومیت همون داریم. پوشش قبل از اسلام در ایران بوده، چادر که والا چه داره حالا من اونم تا جایی ویدورانت میگه، به نظر من ویدورانت میگه حجاب از ایران به اسلام رفته است تا این حد. اصلا زنان خاندان پادشاهی نباید دیده میشن توسط مردم دیگه، نباید تو کجاوه قرار میگرفتن. برای همین دور تا دور پوشیده گفتن شما مردای خارج از خاندان سلطنتی حق بهره وری جنسی و دیدن ناموس شاهو ندارید، اما خانواده رعیت حق نداشتن روشون بپوشونن. بعد بقیه نگاه میکردن کیف میکردن همینجوری به همین سراغ. خب شما وقتی میرین نقوش باستانی ما نگاه میکنید میبینید پوشش اسمشوش. این از یک جهت، یعنی به قومیت های ما برد. یه چیز از مذهبیه، آیا خدای مثلا چه میدونم یهودی ها، خدای شیعه ها، خدای سنی ها، خدای وهابی ها، خدای مسیحی ها، خدای همه مذهبی که هست آیا شکل هم هم؟ نه، یه خداست اما برداشت از خدا چیه؟ متفاوته. یه خدا میگه که آقا هر کاری بکنید بهش رفتید، قوم برگزیده اید شما، در کتاب هوشع نبی رو سازماندهیش کرد نظر یهود. یه خدا دیگه میگه که باره کن تا بیه بهش، خدا کن وهابی. یه خدا دیگه تجلی کرده در عیسی اومده رو زمین، خدا مسیحی هست. یه خدا هم خدا شیعه هست، آیا رفتارهای یکسان؟ نه. این خدا شیعه برمیگه میفهمه یه عمل مثقال زرتن خیلی نگرم، یه عمل مثقال زرتن شر نگرم، شر کنه خیر کنه از یه مثقال بابا تو در میگه باید جواب بدیم. خب نمیتونیم الان من اگه یهودی باشم دیوانه از اگه گناه نکنم،
که بهش رفتنش که قطعیه آجی برو نکن. میگی پس این سرزم قالب ها چیه؟ مذهبیه. مذهبی؟ برای چی میگه دایشه خوش منفجر میکنه؟ یا من برم بهش باقی پیغمبر نهار میخور نه بعض از اسراشون بعض از جنازهاشون پیدا میشه قاشق بخه کمرشون واقعا تصورشون بوده یعنی کشته بشن میرم با پیغمبر میرم با قاشقشون و نهار خور با دیوانه تو روایت ها تو نوشته پیغمبر با دست قضا میخورد قاشقشون میبری ایش هم اینا فکر میکنیم پس این سرزه قالب ها مذهبیه یعنی این بعض موقع قالب خیلی مهمه اطلاعات بریزمون تو قالب انقدر قویه میچربه بر اطلاعات بر ماده کارخونه کارخونه هم ماده اولی هر چی بیاد توش میچربه و تغییرش میده مثلا ببینیم ما چجور ما مثلا از تاب ما از دامنه عدد برمیداریم اطلاعات میگیریم برمیداریم میزنیم تو ذهنمون ببینیم چیکارش میکنه ایگرگ مساوی ایکس دو هر عدد بدین چه برای سرش میاره مثبت میگیریم کلن از تو این تاب منفی بیرون بیا نیست میبینی چه قالب ذهنی محکمی داره یعنی تو هر چی خبر به این بدی هیچ فایده ای نداره این مثبت میده بیرون تابع داریم اصلا هر چی بهش بگی یک کلام میاد بیرون مدل پردازش داده و اطلاعات در این آدم این شکلی بود تابع داریم ظرفای ذهنی داریم اصلا هیچ بلای سر اطلاعات نمیاد صاف میره از اول قبول میکنه ایگر مصابه ایس درسته؟ به ایس هر عدد بگیره که همون آنه قبول ما همه اینایی یک سری از این توابع غریزیه فطریه همه چون دنیا از عدالت خوششون داره نه به مذهب رفتی داره نه به امام حسین روی دست گذاشون این تابع اینا چی گفت؟ که دین نداری؟ آدم باشه فطرت که داره که آزاد مرد باشه ببینید؟ امام حسین تو کربلا تابع عربی اینام دست گذاشت وقتی اینا می‌خواستن امام حسین اذیت کنن امام حسین زنده بود گفت حمله کن به خیمه ها حضرت دید اینا که هیچ چالشی نیست اونا بیمران بی‌معرفتن یعنی. برگشت گفتش که ما عربا رسم نداریم تا موقعی که مرد زنده است به خانواده‌اش حمله کنن تا اینا گفت شم گفت راست میگه برگردید موفق شد مدیریت کرد رفتارشم رو این تا اینجای ماجرا یک سری از این توابع غریزی هست آیا این کار دارم اونجا این که دیگه تو همه مشترکی یعنی ممکنه اینجا فطرت تو سرش بخوره تذبیره اما غریزه الحمدلله همه میشنسه همه جور دنیا تشنه شو میشه آب میخورن یه چهره زیبایی رو میبینن عاشق میشن حالا شما بگید عشق ما بگیم یه هورمون ترشون شده خون تعارف که نداریم خدا به داد برسین هورمون کی ترشون میشه آره هورمون ترشح میشه بینام همون هورمونی که زن موقع شیردهی هم در خونش ترشح میشه اینجا من کار دارم سرگریزی ما به شدت در حال صبح تا شب در شرطی شدنی صبح تا شب ما داریم با ما که سهل مغز به این بزرگی حیوانات کوچیک شرطی میشن گنجیش میاد اصلا مثال میگه مغزش از گنجیشی اصلا شرطی میشه میفهمه کلاغ میدونه خم شدن یعنی سنگ در میره تفنگ ساچ میری کلاغا میشناسن من فهمیدم چیزی که دست بیان در تفنگ ساچ میرن در میرن لا مصاب عمر زیادی هم دارم 150 سالو میزنم خب بعد این دید تجربه دیده این وسیله دستی رو میشه در رو شرطی شده خب ببخشید یه سگ صاحبشو میشناسه از کجا از غذایی که خورد ماجرا پاولوس چی بود سگ پاولوس همین شرطی شد نسبت به غذا نور چراغ لا تا دیدین لام همزد یه شور شور داره بزرگش ترشون بود من که برای این غذا نهی بردم که تو فهمیده بود هر دفعه غذا هست که باید زودتر ترشون بکنه دو اون لام هم چون همزمان شده بود شخصیز کنه نو سوم بشه دیگه تو هیلگارد اینا رو توضیح داده این شش مدت شرطی سازه بعد ما شرطیم لواشک دیدیم اصلا نشون نده نشون دی لواش دهن آدم ترش میشه اینجوری شروع میکنه بزرگ ترش کردن و الان من گفتم ندید دیدم اینجا بعضی دهنش داره هم به هندی مثلا خب این حالا شرطی شده مثلا ما به من دانشگاه رو پزشکی میام سخنرانی میکنم بو بیمارستان میده بوی بیمارستان میدونید چیه یه بویه بوی بیمارستان ما شرطی شدیم ما میترسیم چون بیمارستان محیط خوبی برای ما نبوده اصلا لباس سفید دکتر میرون رو ویبره درد، آمپول، اذیت، مریضی
گریه زاری، نگرانی. اصلا ما مرد کلا با لباس سفید از لباس سفید میترسیم. بچگی دکتر رو میبینیم میترسیم، پرستار رو میبینیم میترسیم، بزرگتر میشیم راهنمای رانندگی میبینیم در میریم پلیس بود سفید، بعد دیگه لباس سفیده هم هستش دیگه. آخرش هم یه لباس سفیدی میکنن تو قبر اونجا ولی میکن لباس سفید آدم. خب شرطی میشه طرف، فهم میکنی بچه چی جو عاشق مادرش میشه، هر دفعه داره شیر میخوان چهره مادر داره، این چهره سخت میشه. میدونی چرا زن و شوهر به مرور زمان علاقه شون به هم بیشتر میشه؟ به دلیل که به همین شرطی میشن. اینا اگه میخواد بین دو نفر محبت به وجود بیاد تو سفره روبروی هم بشینن غذا بخورن، چهره هم دیگه رو ببینن. معتاد دیدی وقتی میخوان بزنن بکشن یه پایه دارن، یه رفیق پایه دارن، اون باید باشه تا بهشون بچسبه. چون ربطی به جنس داره لامصب میگه نه اون باید، چون همیشه با اون با اون یارو کشیده. اصلا جالب معتاد اینو برام صحبت کردن و شما شنیده، من میرم با اینا میشینم دو ساعت سه ساعت گپ میزنم، میگم برام بگید چجوریه فلان اینا، فازاتون رو بگید، چیا میبینید چیا میزنید، قشنگ فوجی توجیه هم. خب بعد مثلا میگفتش که میگو بابا ببین استاد من جنس رو میذارم تو جیبم حالم خوب میشه، میگو بعد میخرم دیگه شنگول میشم. این چیه اصلا؟ یه شرطی شده این آدم میگه چجوری معتاده با کسی که میکشه اون شرطی شده، اون نیازش تا رسیده چی حال کرده، درست شد؟ با چهره‌ای که شما می‌بینید، با چهره‌ای که غذا می‌خورید، آرام آرام محبتتون با اون بیشتر میشه. یه حیوان صاحبش رو می‌شناسه، آدم آدمو نشناسه. حالا ما اومدیم سفره رو از بین بردیم، خونه‌ها شده سلف سرویس، هر کی می‌خواد بره. این حالمون نیست. ما روایت داریم که دور سفره از عمر شما حساب نمیشه. وقتی ما غذا خوردیم، با طمأنینه غذا بخوری کشش بده. کسی که شریک جنسی یک فرد دیگری است، روز به روز محبت بین اونها زیاد میشه، چون رابطه جنسی یک مطلوبیته، غذای مطلوبیت، تشویق شدن یه مطلوب، خوشتون میاد تشویق میشید، این رفیق در خونتون ترشح میشه. تعارف ندارم دیدی وقتی تو مدرسه بودی برای دست میزدن جلو خندت رو نمیتونستی بگیری، بعد زایه هم بود بعد من دارم میخندم اون چه نمیتونم نخندم. آره این دست تو نیست، شادی آور این هورمون میزنه تو بیرخصی. موسیقی هم همینجوریه، موسیقی مثلا طرف 10 سال پیش با یه بنده خدایی بس ازدواج بود ها، بعد اون موقع نگران منی نمیدونم نگران کی از اینا گوش میکرده، الان اون یارو رفته 3 تا بچه داره، اینم این طرف رفته خودی 2 تا بچه داره، آهنگ رو میذارن میره، شرطی شده چون اون حال هوا همزمان شده با اینا. پس اون راحت میگه من رایانور میبردم اینا شرطی کرده بودم. پیاژه دیده بی سریع کچل بچه هاش بستاش شد دیگه، پیاژه این بچه کوچیک خودش رو چون روانشناسی کودک کار میکرد و منم سریع اینو بودم چیزه روانشناسی که میخونم، من خیلی علاقه داشتم روانشناسی، مدت خیلی در حد ارشدش که کتابش خوندم. بعد داشتم یه موسیقی خاصی رو پخش میکردم، موقع صبح که بچه ها از اردوگاه میمدن بیرون خواستن را بکنن، بعد که تموم شد اردو من بالا توی حیات اینا رو میدیدم، از پشت بلندگوی دانشگاه پخش میکردم میدیدم، یه دیگه رو اینجوری میکنم، شرطی شده بود، علاقه من شده بود. اصلا اون حسی که تو با سرود ملی گرفتی، حس غروره، هر دفعه پخش شدن غروره یا میاد با خودش. خب پس ما اینجوری هم اگر میتونی ارواح گذشتگانت وقتی چیز لواشک و تمرین داری میبینی جلو ترش و بزاقتو بگیری، اینجا هم میتونی کنترل کنی خودت، عمرن نمیتونی. خیلی جا آره یه شرطی سازی اون روز ششم داریم که خدا نصیب گرگ بیابون نکنه، اون اینی که عامل شرطی سازی و قانون شرطی سازی مشخص نمیشه، این بیچاره است همچین کسی. چی میشه یعنی؟ یعنی که شما سریع دنبال قانون میگردی، یعنی ممکنه وقتی دیدی که دانشمندا وقت دارن بررسی اون کارت وامی جک و جنبر تو بسش خیلی مراقبن که یک عامل سوم اینجا نقش نداشته باشه، متوجه نباشن مثلا بوی عطر اینا، رنگ لباس اینا، ممکنه با اون شرطی بشه، همونش که پاولوف متوجه نشده بود به نور لامپ شرطی شده بود، فقط به خود غذا، بوی غذا و رنگ غذا، شکل غذا نبود، به ظرف غذا نبود، لامپ نور این کار کرده بود. برداشت تو این مورد بسیار ایزوله، کبوترهای رو اینجوری شرطی کردن، مثال چه زدم تو هم نیگار به عنوان مثال نمی‌نویسه،
این کبوترها رو شرطی کرده بودن اگر یه رنگ نارنجی میدید یه نوک میزد به یه دکمه قرمزی یه دونه دونه گندم جایزه میگیرن. کبوتر امداد نجات استفاده میشن، هر موقع دنبال قربانی ویکتیم میگردن اینا میذارن زیر هلیکوپتر امداد نجات. رنگ نارنجی رنگ جلیله نجاته، تو دریا مثلا افتاده زاویه دیده کبوتر 270 درجه است، از اون خیلی بیشتره. اون میبینه، تا میبینه یه دکمه میزنه اونجا، جایزش هم حالا میگیره یا نمیگیره کاری ندارم. خب خلبان تو کابینش یه آژیری میزنه، میفهمه تو فاصله اندازه دیده یه کبوتر یه کیس داره، باید بگرد پیداش کنه. این کبوتر رو دارمشون کار کردن، چیکار کردن؟ نمیذاشتن قانون شرطی شدن بفهمن. یه بار نوک میزن دو تا گندم میریختن، سه بار نوک میزن هیچی نمیریختن، چهار بار نوک میزن یک کیلو گندم میریختن جلوش. این نفهمید بابا دلیل این گندم میریختن چیه، فقط یه ارتباط بین دکمه و این گندم گرفته بود. چی شد؟ تا آخر عمرش انقدر به این دکمه نوک زد تا مرد. تا مرد. اسلام خیلی مدرنه، خیلی مدرنه. من زوری بحث داشتم فقط راجع به باکتری ها و تو شرع ما چه نکات ظریفی هست. حالا محل بحثمون اسلام هم سبک زندگی سریع تر برگردم. اسلام 1400 سال پیش میگه قمار حرامه. میگه چرا؟ تو قمار همین قاعده. تو قمار شما قاعده پیروزی شدن نمیدونی چی، یه بار میبری، سه بار میبازی، دوباره. بنابراین بی نهایت بار میل می پیدا میکنی چیکار کنی؟ بازی کنی. قدیم بود میگفتم آیا قمارباز بود سر زنش قمار کرد بود، سر خونه ماشین و زندگیش قمار کرد بود. یعنی کجا میاد؟ این شرطیش یه روبات برنامه ریزی شده. من میخوام به شما بگم ما امروز داریم خیلی همون شرط سازی ناشه شما میشه. خبر آمد با دیدن 4 تا کلیپ، با دیدن 5 تا کلیپ به خدا، این که طرف بی نهایت بار میل پیدا میکنه یه سری از فیلم ها رو ببینه، یه سری مطلوبیتش تو فیلم دیده، منتها قاعده این فیلم رو پیدا نکرده. یعنی روانشناس های نشستن دارن مشاوره میدن به کارگران و تدوینگر که این سکانس جنسی رو اینجا نذار، اینجا بذار. برای همین طرف دیوانه میشه، بی نهایت بار میل دوست داره این فیلم رو ببینه و هر بار این فیلم رو میبینه فقط دنبال اون عامل مطلوبیتش تونتا میزنه جلو به اون سکانساش برسه. شرطی میشه. سلیقه جنسی همه ما رو میتونن تغییر بدن. روانشناسا میگن اگر اون جناب آقای چیز بود تارزان توی جزیره افتاده بود، اون بنده خدا هیچ کی نبود اونجا بود جناب علی بود. میگن درک جنسی این تارزان چی بوده؟ سواله. چی اونو تحریک میکرده؟ احتمالاً جفتگیری دو تا حیوان. تا کدوم حیوان بیشتر؟ میمون. یعنی فقط کافی یه زنی به تارزان بدی بیافتن مایه میمون تا آخر عمرش داد میکنه. آره، چون با اون شناخته. ما بررسی کردیم، تحقیق انجام خیلی وقت پیش هم بود با بچه دانشگاه تهران انجام دادیم. مردای ایرانی اوایل انقلاب یعنی تو دهه 60 سلیقه جنسیشون از زنهای لاغر بدشون اومد. دقیقا الان مردای ایرانی برعکسشون، ژنشون تغییر کرد. نه، با هر قیافه با هر تیپی تحریک بشه همون میشه مبنا. آقا معیار زیبایی تو بین ما ایرانی ها چی بوده؟ میگه تو کره ای یه چیز دیگه است، تو ایرانی یه چیز دیگه است. اون کره ای میخوان بگن یارو خیلی خوشگله، میگن دماغ نداره. دماغ نداره. خیلی وحشت داره. خب آقا چی چشم ابرو چه رنگی؟ چرا چون مشکی بود. ما نمیگیم چش زاغ نداریم، داریم، اما ایرانی ها بیشتر چی ان؟ چش ابرو مشکی ان. آقا به چشمان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم نمیدونم فلان. آره همینا میگفتن. میخواستن چهره زیبایی رو ترسیم بکنن، میگفتن لباش کوچیک باشه، قنچه باشه. اگه یه نفر لباش درشت بود مسخرهش میکردن، مثلا لب شطوریه هم که الان میرن انجام میدن. برای زیبا شدن چی شد؟ سلیقه تغییر کرد. آروم آروم اون عامل محرک جنسی تو فیلم ها تغییر کرد. چی شد؟ اون چطور تحریک میشد با اون فیلمی که میدید؟ تو اون فیلم اون کسی که اینو تحریک میکرد ماهش زرد بود. چرا؟ چون اروپایی بود، چون فیلم از اون اومده بود. این دیگه از اینا دوست داشت، ازدواج میکرد با یه مومشکی فشار بزنه باشه برو مش کن. اون از اون رنگ چش دیگه خوشش میاد، میگه تو چرا این رنگ چشت؟ برو لنز بساز، دماغتو بهترش اون شکلی باید بشی، باید لباس بری پروتز بکنی. چرا؟ آنجلینا جولی دوست داره. اینا داره بلا سر اون میاد.
من یک نکته میخوام به شما بزرگواران عرض بکنم، این که بابا داره بلایی سرمون میاد، در ما نیازهایی به وجود میاد که حتی صد رحمه به اون معتاده. چرا؟ چون بگرده بالاخره موادشو گیر میاره. در ما داره اعتیادی به وجود میاد که حتی اون وجود نداره، یعنی خود اون آنجلو جولیا هم شکلی نیست به فیلم پیغمبر. یعنی این شبیه موشی میشه که تو این چرخ ها میزن فقط تا آخر موش باید بدوه. حالا ببین کی 1400 سال پیش من تو گفت اون نگاه به نامحرم تیری از جانب شیطان است. یه بحثش بحث شرعیه، بحث اثر وضعی رو تو داره. یعنی چی؟ یعنی هر بار داری نگاه میکنی تو خوشت میاد چیز داره در تو تغییر میکنه. آقای محترم تو فکر نکن فقط سر لخ نگاه کنی نمیدونم چی گناهه. نه، تو اگه یک دختر چادری هم تو تلویزیون داره نشون میده خوشگل از نظر تو نگاه میکنه دلت قنجی میره، اون داری دچار گناه میشه، چون همون لحظه داره سلیقه جنسی تو تغییر میکنه. گفت مثل آدم زندگی کن. نمیخوام زندگی کنم. نکن بدون لاک شاف دین پرسی خودت. من خودت میگم داره هر با ما میدونیم مدیریت میشیم به خدا. الان همه هم فیلم کنیم اگه فلان گوشی رو نداشته باشیم بدبختیم. چرا؟ چون تبلیغات به ما این رو کرده. این ماشین نداشته باشیم بدبختیم. اگر میخواید غنی باشید بی نیاز باشید باید چیکار کنید؟ نیاز هاتون رو کنترل کنید. به خدا 1400 سال پیش عزیزی به اسم علی بن ابی طالب اینو گفت. آدم های غنی بی نیاز اونه که قانع هم نمیذاره در خودش نیاز به وجود بیاد. شما چیزی رو نسبت بشه این که من میگم که آقا الان بریم یک کراکی بزنیم یک میچست بریم، اصلا تو کراک نکشیدیم که بدونیم چیش میچسته. وقتی در خودمون اعتیاد و نیاز رو به وجود نیاوردیم فلسه برای رفع و نیاز هم به جایی نمیریم. ما که راحتیم. تو بدبخت کردی خودت ای بعد بریم عبادو گیر بیاریم. حالا فقط اعتیادو تو این دیدی؟ جلوه دیگه اعتیادو نفهمیدیم؟ سبک زندگی ما به همین سادگی داره. این خط این نشون ببینید که بهتون گفتم اگر با این رویه که صهیونیست‌ها در گذار از امریکا به چین پیش گرفتن میگیم دیگه حالا شما زنده ما مرده، اگر سلیقه جنسی مردم ما به سمت چینی‌ها و ژاپنی‌ها تغییر پیدا نکنه هر چی دلتون خواست کنید. آقا شوخی نکن چینی حالا ببینید شما میگید که صهیونیست‌ها در حال گذار از امریکا به چینه. چین، کره، سنگاپور برو بشه هم باید دارم میدم اون طرف سلیقه جنسی طرف دارم اونجا اون از این آقه وقتی شما یه نفر که دوچار بیماری فوتفتیشیزم هستش، یعنی فقط با پای یک نفر ارضا جنسی میشه، با کفش یک نفر ارضا جنسی میشه، این چیه؟ چه چیز داره؟ این فقط همین دیدن کفش و پا او رو تحریک میکنه. راه درمان آدم ها چیه؟ میگن یک سال مداوم، دو سال، هر چقدر بیشتر بهتر، باید رابطه جنسی سالم داشته باشه. این رابطه جنسی سالم دوباره ریست میکنه. یه چیزه حالا ریست چیز هست بحث خود تو دانشگاهش باید بگیم اصلا به خود به خدا مراعات میکنم، یعنی لحاظ میکنم که هر چیز رو نباید که جمع بود. خب اما گوش کنم، کسی که خود ارضایی میکنه موقع تحریک جنسی خودشو داره میکنه. در جامعه که خود ارضایی باب شد منتظر باشید بعدش هم جنسگیرهایی با خواهد شد. کاملا بدونی من اگه خواستم مقاله کنم بریمستم وقت نداشتم بگردم بچه روانشون چه کنم مقاله بریمستم پخش کنم کار شده. آرام آرام یک اتفاق بوده. کسی که یک ببینید کسی که یک فیلم نگاه میکنه تحریک جنسی میشه تو این فیلم هم مرد میبینه هم زن میبینه. فرض این آدم چه اتفاقی براش افتاده؟ دیدن مرد و زن توأمان رو تحریک جنسی می‌کنه. اون سکانس، اون صحنه، اون بوی عطر، اون موسیقی، همه اینها. بعد ما توی جامعه هستیم که جوان‌ها دست به بیل هم حساب نشدن. من نه هم دارم به مسئول مملکتم. نه نقلی هم ندارم نشست باشم بقل بگم نه کاری بلد نیستید. نه من راهکارم بهشون دادم. به چند دفعه کامیون یاسا جمهور رفت داشتون گفتم تا این راه کن یه دست الان وقتش نیست دارم برای شغلشون این کار کنه داریم. ما وقت گذاشتیم تو مؤسسه مرزی دولت یعنی دولت کوچیکی همه جو وزارت خونه رو داریم به اون کارآمدی نظام کار میکنیم. جوانی که شما هیجاناتش به رسمیت نشون میل جنسیش به رسمیت نشون بابا این 9 سال 10 سال 11 سال به بلوغ رسید دختره 14 15 سال میگن پسره به بلوغ رسید این الان تا 20 سالشون 22 سالشون دو برابر سن بلوغش
این میل و این نیاز رو داشته چی کار کرده؟ یا سرکوب کرده اشتباه؟ اسلام قبول نداره به شما بگم قبول نداره رفت یه رفتار غیر اسلامی داره میکنه به حساب اسلام بی خود میکنه به حساب اسلام بذاره داره این پسر 30 سالش شده دو برابر رابطه سن جنسی خودشو گذرونه این یا سرکوب کرده یا گناه کرده هر دوتاش غلطه اون گناه برای خودتو دارن میگن وقتی یک نفر روابط جنسی متعدد با افراد مختلف رو تجربه کرد این آدم دله میشه این آدم تنوع طلب میشه هیچ با همسر خودش دیگه راحت نیست اسلام مقیدت میکنه نمیذاره دوست دختر بازی بکنی میگه تعهد بده به این دختره مقید میکنه پاتو گیر میندازه به خدا یکی از این چیزا شیعه شده بود دورگه اروپای امریکایی بود از سربازه امریکایی در عراق بود اونجا مسئول شنود بوده فارسی فول فول بود مانده بود ایران باشم اشتباه میکرد میگفت این احکامی که اسلام به زن داده توجه من جلب کرد اینجا مسلمان شدن آقا میگه آقا حکم صیغه فلان اونجور صیغه بر من حکم صیغه بر مردان یه چپه میگید شما حکم صیغه بر زن هاست اصلا من نمیدونم با چه روی جرأت میکنید اینجوری بگید حکم صیغه اینو میگه ای خانومی که تو یک بار ازدواج کردی الان میتونی ازدواج بکنی میل جنسی داری دوست داری ازدواج موقت کن تا موقع که ازدواج دائم برات فراهم بشه دوست نداری ازدواج نه اصلا خطبه صیغه رو زنه میخونه نه این لیوانو این بطریام اینجا گذاشتن حق منه میخوام ازش ازدواج بکنم یا نکنم برم فوش بدم چرا انجام گذاشتی نه وا دیوانه مردم رد دادن باور کن چی میگی؟ اینکه میل تو به رسم میگه میگه من آفریدم ات میدارم میل رو داری دوست ندارم گناه کنی یه دوست هم سرکوبم بکنی خودم آفریدم ات میدارم دارم فشار میاره مثل آدم برو این کار کن واقعا مراقبش از سو استفاده نکنم چون اون مرد تمایلش بر اینه که به تو تعهد نداشته باشه کارش انجام میشه بره به کارش میگه نه گیرش بنداز دست تو هم به لحاظ اقتصادی ضعیفی بگو پول ازت میگیرم نزد دره تایم مشخص کن بگو بنویس امضا کن اصلا میدونید نکاح و ازدواج یعنی چی؟ یعنی ضرب الدف میگه ازدواج یعنی سر و صدا در آوردن که آی 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 مردم جمع بشید که تو هم ازدواج کردم میخواد گیر بندازه مرد رو یعنی مرد خودش یواشکی بشه تو قرآن داریم نکاح رو خرده یواشکی بشه من یک جور داشتم صحبت میکردم یه دانشجو گفت بابا تو رو خود اینا به خانم‌ها نگو نه من حقوق خودشون نمیدونم بابای ما رو اینجوری در آوردن اینا بدونن که دیگه بدبخت خود میکنن چرا اینجوری میبینی ببین اسم شما میگم من توانای جنسی تا پیرمردیش هم داره زن اینجوری نیست یک سن خاصی الان شما نگاه کنید تو دنیا من یه سوال دارم اگر رابطه جنسی این نکته ظریفه اگر رابطه جنسی یک رابطه دو طرفه است پس چرا تو کل دنیا عموماً میدونم یه جاهای شاز و نادر پرینم هست عموماً که رابطه جنسی مرد پول میده بزنه چه تو آمریکا رو هم از اینجوریه جواب ندارید برای چی به خاطر که نه چند سال مگه زیبایی داره یه زن اما این مرده میگه 50 سالش باز میره زن 30 ساله میگیره اما عکسش واقعا نادره قبول کن میگه بابا گیر بندازی لامصبو گیر نندازی این در میره این جوریه واقعیت ماجراست حالا میگی نه 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 من میخوام در برم اونجا خداش اصلا بعد حجاب بودن جامعه به نفع کیا نفع مردو حالشو میبرن یکی از بیماری ها و انحرافات جنسی که در انسان ها به وجود میاد بیماری جنسی نظریه یعنی چی؟ یعنی نگاهی نگاه میکنم اون هورمون ها ترشح میشه براشون خوشاینده عذر میخوام صرف ارضای جنسی که فقط مطرح نیستش که اون فضایی که شروع کنه هورمون ها در بدن ترشح کردن آدم توی حالت خوشی میبره اون براش کافیه همین نظر بازی میکنه میبینه خوشش میاد خب الان همین اتفاق داره شد خیلی واسن ازدواج کردن طرف میاد اون مشاوره میره میگه که طرف زن متوجه شده بعد از ازدواج مردش هم داره خود ارضایی میکنه اون به اون شرطی شده نمیتونه ترکش کنه به این سادگی ها نیست اون موقعی گفت خودت رو درست و معقول میدن ببینید
میگه آقا ببینید مثلا خیلی خوب براتون میزنی شبهه گنده تو ذهنتون جواب میده. ببینید این آقا پسر به لحاظ نرمال و طبیعی میل به جنس مخالف میل داره، غریزی باشه، حیوان هم همینجوریان، اتفاق خاصی نیفتاده، خوب گوش کنید، غریزی به میل مخالف، چون میل جنس مخالف دم دستش نیست، دوچار گناه خود ارضایی میشه یا دوچار گناه لواط میشه، آرام آرام چون از این طریق تحریک میشه، چه اتفاقی میفته درش؟ میل به کی درش به وجود میاد؟ به همجنس. یعنی به لحاظ هورمونی اون آدم در ابتدا میل به چی داشته؟ جنس مخالف. در اثر این روش های غلط زیستی خودش، سبک زندگی غلط خودش، آروم آروم میل به کی پیدا کرده؟ به همجنس. حالا کسایی که به لحاظ هورمونی همجنس گران میتونن عکس این بشن، برنده همونجوری که اینا شده. همه چی شد؟ هم که اینجا میتونه اینا شدن برعکس شده، اونا میشه. قرآن میگه جامعه حضرت لوط جامعهش دچار همجنس گرایی شد. آرام آرام گرفت بینش و شیوع پیدا کرد. و راهکاری که حضرت لوط برای درمان اینا میده چیه؟ گفتم هم فوتفتیش ها رو چطور درمان کنن؟ رابطه جنسی معقول. گفت ها اولا بنات این کنتون فاعلی. گفت اگر نیاز جنسی دارید بیاد با دختران مناسب باشه. یعنی یک نفر که دغدغه دین داشته باشه برای درمان جامعه از ناموس خودش میگذره. برخی میگن اینجا منظور از بناتی یعنی دختری خودم، بعضی منظور با دختران امت هم بیاد ازدواج کنه. هیچ فرقی نمیکنه. ما همش شرطی شدیم. انواع مختلف. آقا شما مثلا میز قارچا خوردید؟ نه، نخورد. اصلا هیچ وقت نیاز به میز خوردن پیدا نمیکنه. چرا؟ چون من این میز رو ساختم من میدونم. میز قارچا من ببخشید. برای چی این کارو کردیم؟ گفتم حالا چینی‌ها میگن ما هر چی پا داشته باشه جز میخو میخوریم. جز میزو میخوریم. میگن میزو قارچنا. چرا در تو جوش وقت نخوردی؟ اما میاد چیکار میکنه؟ میاد یه جا به تو میچشونه بعد دیگه تو بارش میاد. این شرکت ها اینجوری هم دیگه. امروز این شرکت ها برنده بزرگ اقتصادی دنیا دارن همین بلا رسان مردم به خدا واسنده. نیازاتون رو کنترل کنید تا راحت آزاد بشید. برده شدن مردم. قهرمان پرش اتفاق کک شنیدی؟ قدر ما میتونه کک به تومانش افتاده توی مایه بزن. بعد خدمت شما عرض بکنم که آره اینو میزن تو لیوان میپره بیرون با اون جسته که تو لیوان میتونه پره بیرون. راه کشتنش هم فقط آب، هرچی فشارش هم بدی نمیدونه آماز. بعد خدمت شما عرض کنم دانشمندا اومدن چیکار کردن؟ روی این لیوان یه شیشه باریک یه میل گذاشتن. این ککه میپرید بالاخره. میپرید با کله میخورد. میپرید با کله میخورد. میپرید با کله میخورد. میپرید با کله میخورد. چند بار که تکرارش شیشه رو برداشتن تا آخر مرد عمرش مون تو لیوان مرد. دیفالتش این شد که چی؟ من از این ارتفاع بیشتر درد ثبت شد. یه فیلمی هست اون دیدید یا نه؟ سگه خیلی جالبه. سگه شیشه رو کشتن در کشه آلومینیومی باز کردن قضاش رو جلوش گرفتن رد نمیشه. هی اینجوری گرسنه است و نمی قضا رو بخوره، چون دیفالت این اصلا رو مخش ثبت شده که اینجا شیشه است. من خودم یک جای رفتم آکواریوم هم نشون دادم ما همینجور دهنم باز میمونه. ماهی گوشتخار و گیاهخوار لای هم میچرخیدن، گوشتخار و گیاهخوار رو کاری نداشتم تو گشنم بودم. گفتم یا لاله عجب چیکار کردی سیر کردی؟ گفت من یه آکواریوم درست کردم این شیشه ها تو همه اما این از هم جدا گیاهخوار و گوشتخوار انداختم جای شیش ما کنار هم بوده. این گوشتخوار هی اینو میده با پوز میرفته تو شیشه، هی با پوز میرفته تو شیشه، هی با پوز میرفته تو شیشه و باز همه با پوز میرفته تو شیشه. بعد نهایتا چی شد؟ گفت تو ببین این الکیه، ما هر دفعه اینو خواستیم بخوریم کتک خوردیم. فیله رو میبندم به فاصله 3 متر از تیرک، اینقدر میزننش غذا بهش نمیدم، غذا شرطیش میکنن اون بکشیش از 3 متر از این تیرک، چون پاشو رو زنجیر مثلا فاصله نمیدون بکشیش نمیدون میره اونجا این وقتا نمیدون. بعد فکر کردی فیل اون بلا سرش میاد، کک اون بلا سرش میاد، ماهی میاد منو تا نمیاد، ما کاریم کنترل میشیم به واسطه فیلم هایی که داریم ما هم کنترل. اینا پروژه هایی که اینا سالها پیش رفتن انجام دادن، من خدا از بچگی شروع کردن، از بچگی من و شما شروع کردن که اصلا ما موقع نمیفهمیم اینا چی هست. شما داشتن ما کار میکردن چون سبک زندگی ما رو تغییر میدادن.
من الان دانشجو بودم اصلا حواسم هست به این چیزا. من قبلا سخن میشد یه نقاشی کتاب داستان بچه طرف اون میشد دوتا گلن، اما دوتا گل یه جوری هم با هم دست گردن همون داخل بچه قصه تو ذهنش میشه. میشه من اون کتاب قصه خوندید بنا تو سن شما زیاد شما گودزیلا ها چی دارن؟ هشتادی دفتادی چی میشه؟ گودزیلا چی میشه؟ هشتادی نوودی گودزیلا پس هشتادی نوودی اورانگوتان هم میگه حالا هفتادی چی هم؟ نسب سوخته نه نسب شصتی ها نسب سوخته سر اسمش هم روشه دیگه شصت. حالا گوش کن اون موقع این ده پنجایی ده شصتی کل نوستالژیشون کتاب بود چهار صفحه کتاب میخونه که مثلا به یه عکس میرسن با اون عکس یک ساعت میباشه تمام اون تخیلش رو پیاده این اینو میبینه اما اینو نمیبینه. بله الان میبینه قبلش ندید. آقا اینا ثبت میشه بالا را سیبنیم لمیسیت پیام های ناخودآگاه تو نرم‌شناسی میگه داره ثبت میشه از بچگی تو شروع کرده. بعد میگه صهیونیستا با 15 میلیون جمعیت کل جهودای دنیاست. میگه کل جمعیت یهودی داره 15 میلیونه. همش که صهیونیست هستن به من نمونه خدا. صهیونیستاشون جمعیت اندکه چجوری دارن کنترل میکنن؟ این همون ککه، این همون ماهیه، این همون فیله. سبک زندگی ما، مدل زیستن ما رو دارن میزنن. یک اطلاعات به ما میدن، دو قالب ها رو برامون فراهم میکنن. قالب های ذهنی. برای چی تو فکر کنی حجم امام حسین زیاد شده؟ به خاطر اینکه تو امام حسین باشه یه قالب ذهنی عجیب غریبه که هر چی منفی توش بریزه مثبت میاد بیرون. باید برای اینکه دست ایران از سوریه کوتاه شود، حسین ابن علی رو بزنیم. راه دیگه نه. اسرائیل دارم من به من شنم تایمز آف اسرائیل داره میگه، معاریف داره میگه، واشنگتن پست داره میگه، میگه ایرانی ها پس از کوروش و داریوش بعد از 2500 سال دوباره رسیدن به مدیترانه. یعنی این همه کوروش کوروش میکنی کی برای محقق کرده اسطوره کوروش رو؟ انقلاب اسلامی. این بچه که دارن میرن یه جنگن حججی ها دارن این کار میکنن. بعد 2500 سال میگن دوباره رسیدن. من چیکار کنم نه نباشن؟ قالب ذهنیشو بزن. این چرا اینا که میرن میجنگن سوریه بهشون میگه چی؟ سوریه حرام مدافع حرم باری کرده. کدوم حرم؟ حرم از زینب و حرم حضرت رقیه تو سوریه. خب یه اوی میرسه چهار ساله چه بحثی رو انداختن. یه قبر دیگه ما حضرت زینب هست تو مصر میگن سندش قوی تر ها راستی یعنی حضرت اموس دختری به اسم حضرت رقیه نداشته. اوکی اونو میزنه قالب رو میزنه میشکنه هج بریزی بخش آب بریز یه بخش میفهمید اخباری که شما دارید میشنوید چطور شما دارید آنالیز میشید؟ هیچ تعطیل تعطیل تشکیل. من بعضی از این اخبار براتون آنالیز میکنم تا خودتون حالش رو ببرید. نه حتما نمیشه مردن علکیانی تو سوریه بودیم بفهمید مردم سوریه چجور تحریک کردن. نگاه کن فیلم پخش کردن که آقا حکومت مردم و جوانان رو قتل عام کرده. فیلم پشت صحنه اینا بعدن که اینا یکی از این دوربیناشون رو پیدا کردن اون دست ارتش سوریه پخش کرد. اصل فیلم رو پخش میکنه بعدش این پشت صحنه چند همه مردا زنده میشن. ببین مردا همه بلند میشن. حضرت عیسی اینجوری مردا زنده نکرد. آره اینا میاد کار میکنن. آقا مثلا میاد یه فیلمی پخش میکنه نه عکس روزنامه هاشو کار کردن ترکیه قطر عربستان خدا لعنت کن اینا چقدر خون گردن این اردوغان و پادشاه قطر و پادشاه سعودی. ببین بشه اسد آرمی ارتش اسد چی کار کرده؟ ببین یه خانواده مسلمون زنه روبن داره برقه داره آواره کرده پشت سرش. این عکس اصل مال غزه است برداشته پشت سرش نگاه کن با چقدر میفرد تو همین ماجرا زلزله نبود عکس خونه خراب شده تو مصر رو جا زدن به جای چی؟ باریکش شب زلزله آمده عکس روز گرفته بودن. خب اینایی که همیش فکر میکنه مردم نمیدونه
ما شرطی شدیم، یعنی اینقدر داشتن عمل روانی رو میکنم از احساسات ما به سادگی سو استفاده و کلی از این اکسا دارم که چی کارا کرده اینا. مثلا این چند اکسا رو شما دارم که این عجیب ببینیش کجا گذاشته. قنات الجزیره میگه که ببینید چه بلایی سر این بچه آمدن. اصل خبر فی مصر اب یقتل و بناتو و عفیل کبرا، یه بابای دیوانه ای سه تا بچه‌ش به مار کبرا کشته بوده، این رد بخیام رد کالوت شکافی اینو برداشتن طرف میدی تحریک میشه میگم من باشم برم یکی بکشم میشه. یا مثلا این عکس خیلی عجیبه نگاه کنید، من اول یک عکس نشون بدم شما. ابتسم تبسم کن، تبسم تو راز هستی است. اللهم احرق قلب بشار، خدای آتش بکش قلب بشار وسط رو، کما احرق قلوب اهلنا فی سوریا، کمان که آتش کشید اهل ما رو، خانواده ما رو، نزدیکان ما رو در سوریه. عکس واقعا تکان دهنده است. تو اون لحظه تو فیسبوک 1076 نفر لایک کرده بودن، 330 نفر نظر نمیشدن، 857 نفر باز انتشار کردن تا اون لحظه که این عکس گرفته شد، اسکرین شات گرفته شد. بعدش تو اون صفحه ها چه نظرها چه لایک ها، اوه دیگه مخ آدم سوت میکشه. اصل عکس الاجرام الصهیونی فی غزه صور و بیانات، جرم صهیونیست در غزه، این عکس ملاحظه است. ما با اطلاعاتی که داریم، این هم بس که اطلاعات غلط به هم میدن، داریم آنالیز میشیم مثلا هیچی. یا یه خبر میاد اینو ببینید، میگه آقا داعشی ها داشتن یواشکی میمدن تو ایران، نیروی انتظامی ایران گرفتن. ببین کجا قایم شده تو خندلی. اینو تو میبینی بعد میگه بچه دم برای بچه های نیروی انتظامی گم، دمشون گم، خوب اینا رو گرفتن ها. مثلا خبر نگاه کن، ورود ناکام داعش به ایران، دم بچه های اطلاعات نیروی انتظامی گرم. ببینید فقط چجوری میخواستن بیان تو ایران، جای صندلی، این توی باک ماشین. این عکس ها مال ایران نیست. خب مال کجاست؟ کشور قاچاق انسان از آفریقا به اروپا. اما می اینجا چی داره جا میره تو ذهن شما؟ گوش کنید، این اینا قالب ذهنی که گفتم خبر تنها نمیاد، اطلاعات تنها با خودش با قالبش با هم میرسه. شما با خودت میگی یار ما زمان، اینی که تو صندلی خودش رو قایم کرده یه این دفعه شانسی گرفتنش، از اون طرف خبری چی دارش میشنوی؟ تون تون قاچاق کالا کولبرار داره نشونده یخچال گذاشته، مثل مرد داره از مرز را باشه. با خود میگی وای چجوریه، بس قشنگ تو ذهن تو اتفاق میفته، این دفعه شانس آوردیم گرفتنش، یکیشون رو گرفتن، صد تا رو نگرفتن. ببین ایناست، شما با اطلاعات داریم قالب ذهنی که زدن امام حسین تو میزنن. الان یه کارمون کردم از ایرانی بودن خودمونم بدمون میاد، از مسلمان بودن خودمونم بدمون، اصلا خودمون بدمون میاد. هویت تو کلا ازت گرفتن، چیزی نذاشتن برات بمونه که، هر چیزی به تو هویت میداد ولو نون لواش ازت گرفتن. به خدا ارمنستان رو فلان خوش سر کرد، نظامی گنجوی جمهوری آذربایجان، بادگیرایی از امارات، چوگان جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، چیزی نذاشتن. هیچ مولانا ترکیه، هر چیزی به تو هویت میده، ورزش، شاعر، معماری، چی، بالاخره تو این مملکتی فرهنگی که هویت میده، همه رو دارن تون تون ثبت میکنن به دستور بالاییاشون. کشورهای پیرامونی ایران مأمور شدن مسائل هویت ساز ایرانی رو، اسم استراتژی آنفولانزا نیویورکی بود، 2003 تو اندیشکده آمریکایی مصوب شد، اجرا شد. شما خودت نمیگی تا قبل از 2003 صبح شب دارن میگن هخامنشیان خدا بودن، چجوری بعد از 2003 یه فیلم 300 ساخته میشه که خشیارش رو یه همچین جونوری نشون میده؟ چون تا حتی نباید به تاریخ هخامنشیان افتخار کنه، به هیچ چی، تا اصلا هویتی نداری بدبخت. یا یه نفر میفرستن که اینا کتاب بنویسه 12 قرن سکوت، از هخامنشیان تا زمان اسلام هیچ آدمی تو ایران زندگی نمیکنه، هیچ کس فردوسی تو میزنن، سلمان فارسی یهودی بوده، فردوسی رو فلان بوده، شروع کردن هم چه چیز ازت نمیدن، یعنی ایرانی که نیستی، مسلمونت هم که اسلام دارم میگه قومن دونم ایرانی هم نه اسلام هم بشده همچه بلند چی میری کشور دیگه سرویس دهی میکنی با اونا فرار مغز. کجا پیدا کردید؟ جان دیدید پروفسورهای میگه بردارن نخبه هاشون رو شناسایی کنن، جدا کنن با یک آزمون سخت اسم کنکور اینا رو جدا بکنن، بعد خودشون از جیب بیت المال، جیب اون بدبخت بیچاره که اون توی روستا نشسته، حق اونم هست بیت المال دیگه ها، بردارن پول خرج تو رو بدن، بعد تو متخصص که شدی بری آمریکا کارت اونجا شروع کنی. صافم تبدیل صافم تحویل بده دشمن خودت، ای کاش مثلا تحویل بده به بورکینافاسو، میدادی مغولستانی ها کن، صافم بری اونجا الکترونیک خونده، بعد میره امایتم دکتراشو میگیره و میره توی
شرکت شروع کار کردن یه کیت طراحی می‌کنن که تو F22 یا F35 داره استفاده میشه که باش دقیقاً می‌خوان فردا ایرانو بزنن. بسش پای سخته. برای همین تو آخر زمان یه دجال با مرکبش، دجال یعنی صهیونیسم، مرکبش رسانه است. از کجا میگم؟ نشونه‌هاشو گفته. میگه خر دجال از هر موش یه آهنگی بلند. میگه هر کانالش، هر مو، هر کدوم از این تارهای ارتباطی رو میگیری یه صدایی آهنگی داره. میگه خر دجال شرق و غرب عالمو در می‌نورد. با هر گامش یک و نیم مایل میره. اون نمیشم چه خری حالا واقعا نمیشه. واسه خری اونم می‌خریدم. نیست میگاش میشه خری اینجوری بود. سوار بر مرکب رسانه میگه مردم دنیا رو سحر میکنه. سحر یعنی چی؟ سحر یعنی اون کاری که بخوای اراده کنی و نتونی انجام بدی. مثل معتاد. بعدش میاد معتاد میدونم که راک بده نمیداد. ما امروز داریم سحر میشیم. ما امروز داریم معتاد میشیم. ما امروز داریم یه چیز و یه چیز دیگه بهت نشون بدم میشه سحر دیگه ها. میگه چشاشونو سحر کردیم چوبا که انداخته بودن و مار دیدن. خب این سحرت کردی که تو از اون قیافه خوشت اومده، والا خود آنجلین جولی و خود اون یارو اون یکی دیگه شون هم اون شکلی نیستن. چی رو مخ تو نشست این اتفاق برای تو افتاد؟ چی تو ذهن تو کرد؟ سحرت کرده دیگه. پس سحر یعنی چی؟ خطرناکه را خود با خود چی در نه ببینینا حلو رو لولو رو به حلو تبدیل میکنن در کمتر از این مثلا بیتنی اسپرز قیافه واقعیش حالا جایی گریه کرده نه یعنی که قیافه خودش دیگه یه قیافه است مثل همه قیافه ها دیگه خیلی قیافه معمولی یا این قیافه اینو تبدیل میکنه بگیم بابا اون خودش هم این شکلی نیست این جواب من اینا میخوام با کجا نمون نیست وقت خود تلف نکنی ببین من رفتم از رستوراتشون افتر میکاپ فیفر میکاپ رفتم گشتم پیدا کردم اینا خودشون هم این شکلی نیستند برادر و خواهر گرامی ببینید این آنجلینا جولی دیگه اوج زیبایی شد جوونیش این شکلی بوده این اولا قیافش این هم قیافه این رو تبدیل کرده بگید الله ما کرده حالا هم یاد خدا تو رو میندازه بازم جا شده یعنی معتاد به ماده که وجود نداره سهر یعنی همین سهر یعنی قورباغه رنگ کنن جا فولکس باگون بهت بندازن سهر یعنی گنجشی رنگ کنن جا قناری بهت بندازن خب همینه دیگه الان بعضی از این ازدواج ها همین جوری شدن الان میخوام برن خواستگاری خانواده ها یه با چیز میرن هلی بورد میکنن نیرو یوهویی میرزن تو خونه که دختر فرصت کرد آرش بگه هم باره بینم چه شکلی رو بردسش میکنه الان یک کاره ما سهر دیوان ها باورتون نشون اینجا گوکولا سرتون میزنن اینا این شکلی نیستن ها خب باورتون نشه الان باور کن مثلا طرف مورد داشتیم مورد داشتیم طرف عکس چهره شو با من قفل گوشیش داده قبل آنش بعد دوشن نمیتونست روشن باز بکنم مونده بوده بنده خدا هر دفعه باید گوشی بکنه بعد دو ساعت بره آرایش کنه تو گوشی باشه خب هم چی شد باید این اون نیستش بچه میره ازدواج میکنن حالا تو خونه زندگی این یه سرسورتشو میشه رخ خواب بیدار میشه میگه میگه این دارن کلا سر بذارن سلیقت هم داره روز به روز به روز میشه یعنی سخت پسند میشه همین برازجا سخنرانی داشتم چند سال پیش یه جوان اومد پیش من گفتش که استاد بیا با این عموی ما صحبت کن خدا هدایتش کنه بره زن میگه گفتم چه مشکلی داره اینا نقصی داره اینا گفت نه سالم مثل شیر گفتم چشه گفت 40 سالشه زن نمیگیره خب چه مرگشه؟ چشه بنده خدا گفت سخت سلیقه شده کسی که خواستگاری زیاد میره اینجوری میشن کسی که دوست دختر زیاد داشتن هم اینجوری میشن چون از هر کدوم اینا بهترین تو ذهنش میمونه میگه این دختر چشش قشنگ بود قد و بالاش خوب بود دماغش خوب بود بعد دنبال کیو میخواد ترکیب همینا نیست بعد چه اتفاقی میفته گوش کن میگفتش که دیگه خسته شده نمیره دیگه با این مادر بزرگ و عمه این پسره خونه داره ماشین داره همه چی هم داره کار کرده مجرد پولش رو جمع کرده گفته برید هر ماه دختری شب اونجا سر توی حساب اون دوست پیدا کردید خبرم کنید بیام بقیه صحبت رو بکنم میگه بابا اون خودش هم اون شکلی نیست ببینید چی اتفاق داره افتاده و اسلام بگو نگاه نکن خودت اذیت میشی نه حال میده که نه نمیفهمی بعدا اذیت میشی یک عمر با همسر قدیما یه قیافه میدن عاشقش میشه اولین قیافه که میدن عاشق میشدن من اونم دختر خاله بود یا دختر همسایه یا آش میابود و بدبخت میکرد خودشون
بعد چجوری جوری دلبسته همیشه چون کسی دیگه رو نمیدید که جوری دلبسته این شد این بچه کوچیک که فقط پدر مادرشون زیر بغلش میخوام یعنی یک شناس شده یعنی فقط پدر مادرشون میشناسه کسی که بغلش کنه جیغ و داد را میندازه درست شد این همه این فقط همین ما پدر بزرگ مادر بزرگم به مادر بزرگم گفتم چجوری ازدواج کردی چی بود ما رفتیم بیرون برگشت گفتن این زنته خدا نفرش کنه خدا بیامرز شما خیلی باحالید بعد حالا گوش کنید اینا سالها خوب با هم زندگی کردن 10 سال آخر عمرشون هر جفت آلزایمر گرفتن روزگاری ما داشتیم اونا دیگه شما اون سالمندان هم نبردیمشون یعنی دم بچه هاش گرم نوبتی نگه داشتن اینا رو خدمت شما عرض بکنم و ما یه بخشی از نوستالژیم با اینا بوده دیگه با بازی با اینا چون آلزایمر که گرفته بودن کارهای بال میکردن با مزه میکردن مینداختنمون بیرون گفتن کی شما ما این داستانی آره با پنجره اینا چه نشون میده ما بنابراین اینا خاطرات کردن تازه میشه مثلا آره در رو گل همیشه میرفت تو روزه های سالم جلوی ماشین میگیم سبون رو میرم دارو بعد 10 کیلومتر میفهمید ای بابا این دلیه چرف خوش جور نیست و دوباره بر میگشت ما کجای ما نگران کلان تری جالبه هیچ کی هم نمیشناختن هیچ کی اما مادر بزرگ ما رو میکشتی از پدر بزرگ ما بالاتر نمیشست میکشتیش قاعدش شد ذهنش بود گفتیم که بالا تا اندم بود بهش مده بی 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 بالا بشیم زشت بودیم کیه این بابا من یه چیز ذهنش بود و نمود حالا جالب یکیشون مرد از دنیا رفت اون که 28 روز نکشید بود فقط این 28 روز گفت کو کوش بودیم کیه کو بگو اون کو ببین اینجوری تو ذهن سم این بود طلاق نبود این بود که عاشق همیشه این که یکی میمون یکی سه حالا جالب همین پدر بزرگ ما پدر مادرش همینجوری بودن یعنی وقتی یعنی پدرش مدتش مادر اینجوری بود که داشت از سر قبرستان برمیگشته تو را سنکوب میکنه میبشه یعنی اینجوری قصه میگیردش اینجوری فشار عصبی بهش میاد خب چرا الان اون موقع میگفت تو منو نمیخوای میرم از پنجره من پنجره میزنم تو دودکش میام من دودکش تو چاهک میام میرم من تو رو میخوامت اینو میگفت درست شد الان چی شده من میگم رفتی به درک رفت شرار میگم چی شده برای چون که بودن ریخته اینه تو فکر کرد چه خری هستی یعنی هیچ ارزشی نمونده برد به خدا میگه تو چی میگه تو ریخته اینه تو برای چی هم میگم متعهد بشم بود میصرفه برای چیکار کنه با این دوست باشه بهره‌وری ازش داره هیچ هزینه هم براش نداره سختش هم با گردن من بابای دختر هست یه دوست داره اسمانیه گفتم میگن این نوه بچه از سره ما که نوه نداریم بچه داریم گفتم این راست یا علکی شروع باش کنیم گفت نه واقعا همینجوری گفتم گفت میدونی چرا؟ گفتم چرا؟ گفت آخه همین مثل بیس خودت هست منتها خرجشو یکی دیگه میده آره میگه سختیاش مال ننه باباشه مریض میشه دکتر ببر پوشکشو عوض کن تر تمیزش ما تر ببرگون میدنش به تو جارت میچرخونیش بازی میکنی باش حال میده دیگه الان اینجوری داره شده نمیذاره تو متعهد بشی بگن این بچه رو مریضیاش هم دریا سختیاش هم خب از چقدر تو اوج مثلا زیبایی چقدر میخوای زیبا بمونی نمیشه اما شما بگم سن طرف گذشته تن به یک رابطه متعهدانه سالم نداده ازدواج نکرده سنش گذشته الان یه جوان 27 ساله بخواد ازدواج بکنه سراغ کی میره سراغ چه دختری میره عمدتا 4-5 سال خوش کوچیک‌تر این واقعیه من نمیگم اصلا نیستا هست اما داریم عمدتا میگیم آقا آمارهای ما یک فاجعه رو داره نشون میده ما 1,000,000 دختر 10-60 تجرد قطعی خواهیم یعنی اگه همه یه پسر رو ازدواج بکنن 1,000,000 دختر 10-60 مجرد خواهند بود چی میخواد این بود؟ نتیجه سوء مدیریت ها بود کی میخواد جواب اینا؟ این انسان حقوق بشر نیست؟ برای چی میخواد این رفتار متعهدانه دوست نداشتن بکنن؟ الان اون پسر 10-60 میخواد ازدواج کنه دختر 10-70 میده الان 10-70 دختر رو خیلی زرنگ شدن سری شوهر میکنه چون تجربه 10-60 رو دیدم میبین دیوونه میده اونجا واقعیت بابا میخواد اینا نگم باشه همه چی گل گل بره آری توپ من بکن دروغ نگید به خودتون به خودمون دروغ نگید ما با یک بحران اجتماعی مواجهیم
بیگ سیگنال ها از دل جامعه داره میاد بیرون، صداهاش داره شنیده میشه. من دیگه زبانم مو در آوردم، قد داد زدم، ناراحتم میشم، میگن اینا دیگه راش ندید دانش رو سمار میخوان برای که حرف من رو گوش ندن برچسب سیاسی میزنه. اصولگرای میگن اصلاح طلب، اصلاح طلب میگن اصولگرا، اصلاح طلب میگن این اصولگرا یه جای تیکه به دولت انداخته، اصولگرا میگه نه این اصلاح طلب یه تیکه به قوه قضاییه انداخته. به جفت دو تیکه من ندن برای چه شایسته تیکه انداختنی؟ برای که عمل کردتون غلط بوده. الان این فرق اصلاح طلب اصولگرا تو ما بیادون چیه؟ گوش کن اصلا من میز از هم بگیری سخنه نمیتونم بکنم، یعنی همه مثلا با همه یه لیوانا بگیم تو کنم دوامی مثالمه. خب خوب نگاه بکنید، فرقش تو اینه که اصول یه راه میگه که ببین آب خوب اینه، آب معدنی، اون آب جوم نجسه ها، کثیفه ها، از اونا نخور، یا میل تشنگی چیه وجود داره. فرقشون تو اینه، اصول یه راه میگه آب جوم رو نخور، اسکاسر هم یه بار بخور، هیچ کدومشون اینو هم نمیدن. و شما پروفسور افتادید به جون همسر آب جوب بخوریم یا نخوریم، دیوانه. اصلا شرط عقل این نبود که ما آب جوب بخوریم، که ما به پاک باید نخوریم. ببین اصولگرا میگه نه 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 این چیزه، این جیز اخه، گناه فلان به همانه. راست هم میگه جای گناهه، کثیف هم اصلا. اما خب باش اون والله خداش هر جا میخواست یه چیزی نهی بکنه قبلش امر میکرد، و امر بالمعروف، بعدش چی؟ بعدش من هیان منکر، اول بگو این آره اون نه، نخور نپوش نرو. چی بخورم چی بپوشم کجا برم؟ هیچ کدوم اونا نمیگه، هیچ الگوی قابل ارائه نداره. بازی کامپیوتر نکن، چه بازی کامپیوتر بکن؟ میفهم چی میگم؟ اینه ایراده اصلاح طلب هم که ببین نگاه کن، از من نخواه کارتو درست کنم، چون اینا توانش هم ندارن کارهای بزرگ و سیستماتیک انجام بدن، تغییرات ما میوجبه، نه فقط در حد حرف و چهار تا سلبریتی جمع کنن و قیبتی بازی در بیان چهار تا سوت و کف، به خود همینه. خب بعد به چی میگه؟ میگه اما ردیف میکنم کسی کارت نداشته باشه برای چی بخون. من از من نخواه برات مسکن درست کنم، از من نخواه به من چی میگه؟ من قیم مردم هم برات مسکن درست کنم، به من چی میگه ازدواج درست کنم؟ از من نخواه شرط ازدواج برات درست کنم، ردیف میکنم گشته شد بیرد نده، برو تو کوچه بس کوچه، از من نخو، برو هر جا دیگه غلطی خواستی بکنی بکن. اصول گرا هم که میگه نه اون چیز اخ، خب چی خوبه بیا برام انجام بده. این شده داستان. بعد شما درگیر سیاهی هستید که سر و کله هم بیه میزنید، هیچی به هیچ، چپ و راست داره عوض میشه، هیچ اتفاق خواست نمیشه. برای که مطالبه تو آب معدنی نیست، مطالبه تو اینه که آب جوب است، آن آب جوب کثیفت میکنه، خرابت میکنه، مریض میشی، بیمار میشی، اینا همه اجمال هم. خودت هم میدونی، خودت هم میدونی. موارد متعدد از این جوان ها کاغذ به ما میدن، میان بشسته مشکلاتش و زندگی هاشون چه برش گذشته ده، میگه خسته شدن از این همه رفیل بازی، زندگی میخوام. زن تو ذاتش بای دیفالت محبت به بچه داره، مردم دارن تو زنها خیلی بیشتر، چون قرار بچه داری کنن، غریزه است دارن. اینه که شما یه بچه کوچیک میرید تو بغل یه نفر، زن ها وای عزیزم بوگوی من گوری، اصلا از خود بی خود میشن، چون تحریک میشن. بابا این اگه مادری نکنه بخشی از زندگیش رو دست داده، بخشی از لذت زندگیش رو دست داده. دارید این لذت ها دارید ازش میشه، جالب اون حس رو بعضا دچار اشتباه میشه، خوب دقت کنید، اون حس رو دچار اشتباه میشه، اون حس مادر بودن و با حس همسر داشتن قاطی میکنه، میره سراغ همسری که مادری کنه براش، میره سراغ بچه قیرتی که بیشتر از اون که نماد مردانگی و تکیهگاه بودن باشه، نماد اون بچه است که مامانش باشی. فرضا وقتی میره با او ازدواج میکنه، یک سال نکشیده میبینه اون نمیتونه نیازهای او رو برآورده کنه. این سوسولتر از این حرف هست، این بچه است، شوهر نیست، تکیهگاه نیست، مرد ستون خیلی هست، بعدش میتونه تکیهگاه باشه. ما مردا خانمه نمیتونه در قصر باز کنه، نگاه کن برای تو پیش اومده، حالا برای خانمتون نه مادرتون کار کنید دیگه، در نگاه کن همیشه خرکیف میشی وقتی با میکنه. برای چی؟ نه چرا آسر وقتی همه داره میخنم سنگو مثلا الان البرز و فتح کرده نوشابه با کرده، بعد چرا اون زنه نمیگه خاک تو سر من وقت آجز بی ارزه بی زور رو توان کنم، چون نمیتونم اینو بردم، چرا این رو انبار قفلی بندازه در اینو باز بکنه؟ چون دوست داره مردش در اینو باز بکنه، مردم دوست داره اینو برای در رو باز بکنه.
این ذاتشه. اونا که میگن مردوزم مثل همه اندازه آمیر نمیفهمن. خدا شاید کجا مثل همه؟ مرد نگاه های کلان داره، زن نگاه های ریز داره. مرد کلی نگر، زن جزئی نگره. اینا با هم اصلا از بیخ و بنیان فرق دارن، وزن مغزاشون هم فرق داره. خب خدمت شما عرض کنم اصلا تفاوت داره. شما با خانم گله میشی میری خونه، با زن جوان میری خونه، یه نفر بعد میگردی یک آنالیزی اسکنی از خونه طرف ببینن کلکوپرت میریزه. اصلا عجیب غریب آر کریستالا میگم چیا این مارک شد به ما به اون مارک تلویزیون چی بود؟ تلویزیون باشه ندیده چون تلویزیون روشن نگنه ببینه. از ما بازم رفت اونجا چی بود؟ میگه دو طبقه بود، اسکلت ساخت، اسکلت کاتیان بتون نبود، اسکلت چه مردونه رو میبینیم. زنها ریزبینن. اصلا دلیل اینکه خوراننده خوبی نمیشن همینه. چرا؟ چون به شدت تو رانندگی دارن به جزئیات توجه میکنن که انقدر دیگه نیاز نیست. تو فقط باید یه ماشین ببینی، لازم نیست ببینن زیر آینش چی آویزونه. ها میزنی بهش حواست پرت میشه. یکی از دلایلش اینه. بعد اینا میگن اینا عین همن دیوانه. اینا من کسی حرفا میزن اصلا مثل هم بازره سیغر که تو بازره. یا میگن آقا چون دیه زن نصف مرده پس شأن وجودی زن نصف مرده. چقدر شده دینم خب؟ جواب بوش فرنه همچی بزن تو کاسه کیف کنه. قاعده شرعی بوش میگه که اعضای جفت بدن دیهش چیه؟ نصف دیه کامل. یعنی اگر شما زن چشی یه نفر یه چشیشو گول کردی نصف دیهش رو بدی، جفت چشیشی کامل. یعنی چه بکشیش، چه جفت چشیشو گول کنی، چه؟ این دوتا چشش از خودش مهمتره. پروفسور استدلالش در همین حد دیگه. میدونی چی میگه؟ میگه وقت جفتش اینو کور کرده به لحاظ اقتصادی ساقطش کرد، پول بده. چون مرد عنصر اثرگذاری بیشتری در لحاظ اقتصادی داره، میگه اگر یک مرد رو از یک خانواده حذف کرده به لحاظ اقتصادی آسیب زیاد میبینه. دو برابر نگید به زن نصف میده، بگید به زن دو برابر، به مرد دو برابر. ایشون داره آسیب اقتصادی به این خانواده میزنه. زنه اگه حذف بشه نون اینا قطع نمیشه، مرده حذف بشه نون اینا قطع میشه. حالا احکام ثانوی هم گذاشتن فقرا ما تشخیص اگه یک روزی جامعه زن انقدر نقش اقتصادیش پررنگ بشه چی دیگه رو برابرم بکنن دیگه اصلا به ما ربطی نداره. پس فیلم ببین یعنی یکوش مزخرفات. من اینو تو تلگرام تو سر ام پشت سرم من جون دیوونه میکنه اینا. بعد چقدر ما اهل مطالعه اهل دقتی و اهل این احکام اصلا نمیدونن. تو خود همین رو میدونستی خیلی شما من الان گفتم دیگه مثلا اینطوری بعد میگید اگر زدی حس بویایی یه نفر رو بین بردی اون چی کل دیگه است. بعضی موقع شده یارو تصادف کرده به یه نفر نکشتش اما دو برابر دیگه پول داده. به شوخی میگفت دیگه، میگفت من هر چی حساب میکردم من ماشین بعد دو سه بار روش عقب جلو میرفتم که ببینم برم راحت بشم. الان بعضی من هستم مثلا رو بگم اینو خانمایی که مهریه زیاد میذارن متعلق 1374 بعد از 1374 تا سکه میدی اینا اگه طلاق اونجا چیزی بکشه 200 میلیون میدی راحت تر 200 میلیون. چی یواشکی سم میمن بیزی بیزی بکشه شد چی؟ میگم یواشکی دیگه سر می چیزی ها مرگ موشی مرگون به صرف تره. پس قیاس نکنید بابا. قتل دو تا شاهد میخواد، زنا چهار تا شاهد. زنا از قتل مورد داره چه استدلالی؟ خدا میخواد زنا رو نتونی اثبات کنید این چهار تا شاهد داره. دنبال نیست گیر بده. قیاس نکنید. اول من قاس فهو ابلیس. اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. ما قیاس ها غلطه، ما استدلال منطقی داریم. حالا اونا تو میخوان عقل روش بدونم. خانوم ها تو عقل نظری ضعیف دارن، مرد تو عقل عملی. ما مرد ها کلی مقاله می نویسیم حرف می زنیم سیگار بده اما سیگار می کشیم بیشتر از کلن در دنیا مردها بیشتر سیگار می کشن. کلن در دنیا زنها بیشتر قوانین رو رعایت می کنن چون زنها در عقل عملی قوی ترن. تو عقل نظری ناقصن، مرد تو عقل عملی ناقصن. تعارف ایران بیدون توی هستی چون به هم نیاز داریم. خدا اینجوری آفریده که چی؟ با به هم رسیدن تکمیل بشیم.
یک زن در آفریقا داشت لباس میشست سر جوب تا رودخونه. اونجا رودخونه شده جوبای ما کاریکو دیل داره. اومد دختر بچهش کشید تو، پرید دستش گذاشت لای در دهن تمسا، اینم 80 تا بخیه خورد بچهش، چقدر خلاصه بچه رو بیرون کشید. این اهل عقل عملی انتحار میکنه، میزنه به خط. مرد بود. خب من چیارم بزنم تو کرده این لگن رو بزنم تو لای دهنش؟ اونجا تجزیه ترکیب بچه رو خورده و حضم کرده و از آن پخش کرده. آره مادره تو طبقه چهارم تهران کجا بود آتیش گرفت، خودش پرت کرد کنه، نتونستم یه شورده زن خودش رو پرت کرد، جوری پرت کرد با شونه خودش رو زد زمین، بچه سالم خودش رو مرد. بگیم اهل عقل عملی فلسه تو بحث نظری، عقل نظری باید خیلی براعت کنی وقتی باید خانم داری مشورت کنی، مردم با عکسش. حالا بگیم نه این نیست، باش تو هر چی بس میام مقابل واقعیت اینه، حالا جسارت واقعیت اینه. کدوم خوبه هر دو تون؟ کدوم خوبه هر دو تون لازم داریم؟ برای تربیتی، برای شکلی خانواده، برای تربیت بچه چیه؟ همون نگاه کلی، دخترم این شهر میری درس بخونی یا نمیخونی کار بابا هست، هم جزئی. ما اصلا مرد ها اصلا متوجه، ببین به خدا همه اون این تجربه داریم، مدرسه کوچکترین اتفاق برای اون میفتاد میرفتیم خونه مادرم رو میفهمید از کجا جنور این نقیب داره، جن داره کجا میفهمید؟ اون اصلا به خاطر این که بخواد این بچه رو بزرگ کنه بادی لنگویش تو ذاتش قرار داده شده، تشخیص بادی لنگویش عروس صدای گریه میگه شیر میخواد یا خراب کرده خودش یا تشنه شده عروس میمی که صورت رو دقت میکنه. یه چیزم آخری کدی به تو شما میدم حال کنید، خب قدر زندگی آیندتون خود خوبم دقت کنید، جای دیگه هم عمرن گیرتونه، خوب دقت بکنید چون لازمه برای بقا این چیزها رو داشته باشه، متوجه شدید؟ باید این داشته باشه، اگه دست مردوشو بچه میکشه. مردا از کجا؟ زنه میگه ناراحته میفهمه، مردا اینجوری نیستن. مردا کلا بچه باید یه 6 ماه جلوش نباشه، قد بکشه، موهاش بلند شه، مثلا اگه معتاد دندوناش بریزه بعد بگه تغییر کردی بسنم چی شد. خب این نقطه کنار هم لازمه، حالا اصرار که نه این خوبه اون بده اشتباه، خیلی حرف غیر منطقی است. اما نکته خانم ها به صورت اوتوران آن در حال آنالیز چیزن، رفتارها، نکات، یه چیزایی بعضی موقع ببینی اصلا آدم دهنش باز میمونه کجا به اینو دقت کرد. بعد خوب عنایت داشته باشی وقتی تو خونت داری تلفن جواب میدی، داری خالی میبندی برای داداشت، برای بابات، برای رفیقت، اون لحظه دارن تو رو آنالیز چهره میکنن، میگه وقتی داری دروغ میگی این اتفاقات درش میفته، ناخودآگاه تمام اینا اصلا خودآگاه نیست، نمیدونن ناخودآگاه اینا سر میشه تو چش. وقتی داری براش خودشون خالی میبندی اون آلارم رو میده، میگه این همون حسه، میگه دروغ میگه، من تو خودشون هم نمیدونن چی کسب کردن، راضی نمیشن از توضیحات، میگه نه 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 نه، میگه بابا اینه، میگه نه به خدا نه به پی به پی نه نه، یه کار چه کار داره میلنگه، اصلا آرامش پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اون پالس رو گرفته. نه مردا نمیتونن چه بدبختی دارید باید کنید وقتی خالی من جلد بعد دیگه کلا میده خالی ببندید به تو بگم. اون وقتی میرسی پیش مادرت ابراز علاقه میکنه خواستن حسونه خوبه باز لازم بیش از حدش بده هر چیزی، اون سریع سفت میکنه اون بعد حسودی میکنه. زن دوست داره مرکز توجه باشه، دوست داره مرکز توجه، تو خونه میخوان جارو بزنن از زیر جایی که تو نشستی شروع میکنه. همیشه قاعده هست مثلا برو تو آسانسور، حواس کنه آسانسور هم تیلی کشه، داری تلویزیون نگاه میکنی یه جب تلویزیون شما جارو شد عمدی نیست عمدی نیست عمدی نیست این چه؟ ناخودآگاه دوست نداره تو روزنامه داره میخونه اعصابشو خورد میکنه، سر تو تلگرام اعصابشو خورد میکنه، میگه به من توجه کن. همین حسه به صورت اشتباه اومده توی جامعه، شده این حسی که دوست داره دیده بشه دختره و داره جامعه رو خراب میکنه. نکته آخرم اینم باز به شما میگم، یه سوال ازتون پرسم، شما رو به پیر به پیغمبر انسان باشید درست جواب بدید، خدا رو شاهد میخوام بگیرم سوسک بشه هر کسی انشالله، به طور شهر کسی انشالله بگیرم. حالا یه چیلی نگاه کنید، اگر یه روزی متمولی پول داری میشه جونید، داری غذای آنچنانی میخوری، یه بچه که غذا نخورده گرسنه است، توی خانواده فقیره، از اتیوپی اومده، از فلان کشور اومده، جلوت بشین جلو همین زلزله زده هایی که الان غذا ندارن،
شروع میکنید غذا خوردن. غذا میخوری یا نمیخوری؟ شما چه؟ نه. کیا جلوشون وایم سمجون نه غذا میخورن؟ دست شما رو بند. یه نفر. من شوخی داشت میخندید. شما مردان هست. شما دینیمون ندارید. باشه. هستیش. گوش کن. چه جوریه؟ میبینی چرا؟ اولا که اگه آدم انسان باشه که هست میگه بیا برای غذا میگیرم. بیا فرصم برای تو میگیرم. درست که همون که داره به زلزله زده ها چیکار میکنه؟ کن. چرا همه چی شکمه جسمی میبینید؟ چرا نمیفهمید وقتی با یه تیپای خاصی میاد تو خیابون اون جوانی که امکان ازدواج نداره عین همون فقیریه که هوس میکنه؟ چرا اینجا میگه بدن خودم اون چشش رو برمیم؟ چرا اینجا بر نمیگردید اون بچه گوش نگید؟ برو روتون بر کن به درک از گرسنگی بمیر، من خب غذا بخورم. اسلام میگه که غذا تو خونه بخور. همین هست. گرفتی چی شد؟ به خدا نامردیه، به خدا نامردیه. انقدر این جوان ها هستن با من تماس میگیرم میگن یا استاد ما تو خیابون داریم راه میریم از بابا مملکت اوضاعش و جوان ها رسیدگی نکردن چون مملکت دست فیفاتالاست. کلا 300 نفر هم مسئولین انقلاب کردن، عقیده شون اینه که خودشون 300 تا باید بدن انقلاب به دست امام بزن. ماها اینجا نقش برگ چوغندر داریم. آره آره سیزده تا اما جوان ها را بگم مثلا سیزده تا میجور بگم این چه وزشه؟ چپ و راست هم نداره. دیدید تا آخرین سالهای عمر میل خدمت دارن. خدای این میل به خدمت در وجود اینها بمیرن. خب که با اون چهار برکار بر دو برکار به جوان بگم بچه های خودشون سرکار هم بچه های خودشون چون ژن خوب هم سرکار هم خب 20 سال 18 سال 15 سال سرمان. این بده. بعد کجا؟ یه موقع هستش که شما یه شغلی داری، شغلی که نیاز به تجربت هست، نظارتی، قبول. بابا در مشاغلی که نیاز به دویدن این ور اونور داره، انرژی میخواد، صبح بعد این شب باشیم نمیکشه یارو، نمیکشه. بعدش همون شغل بخیر. نه، شغل به قدرت. این واقعیت با جا باز بکنیم و خدا این همون جوانه که انقلاب کردن. من خودتون زمان انقلاب شمس دادونه اونجاستون بگم فرمانده سپاه صحبت می‌کردم گفت جوونا گفتم چی میگه جوونا جوونا تو خودت چند سال تو فرمانده لشکر شدی؟ گفت 20 سال هم چند سال گفتم بعد چی میگیم بعد وقتی دارن میگن جوونا جوونا که 30 35 سالش این اصلا زمان شما میان سال حساب می‌شده چج والا چرا فکر می‌کنی نمیتونن به خیلی بده به خاطر اینکه مطالبات شما رو دارن مطالبات شما رو قشنگ دستکاری می‌کنن همون برو تو جواب بخور برو فلان همین شدی نمیتونی مطالبه کن آقا میدان رو از جوان باز کن یه آیه هاشمی فوت شد 7-8-9 تا شغل جابجا شد دیدی؟ با یه نفر 7-8 نفر جابجا میشن نمیتونم باید دست به دنبال حضرت اسرائیل باشیم نمیتونم یا اسرائیل یا اسرائیل نه شبه ایوبی یا اسرائیل یا اسرائیل خب که نمیشه که این درد آوره چپ و راست هم نداره ها متاسفانه هست توشون اینا بعدش هم دیدید که مثلا بابا بعضی از این جلسات رو نشون میده هست من اینا نیست توشون خواب هست بابا این سن با بزرگ من بنده خدا دیگه پدر بزرگ پدر من نیست توش حرف بزنید و بس بابا باشید به مثلا در دیر فلان خب این یه حال و حوصله این چیزا ندارد بشین یک ساعت دو ساعت سه ساعت اگه مردم در مورد یه سری سنای زیاد دارن جوک میسازن این جوک برگرفته از یک واقعیت ها یعنی یک انتقاد وجود داره یه نقد وجود داره نسبت به این مسئله ببین به حال این یه فکر کرد ببین اینجا هاست که شما ها رو میزنن و چون همیست این حرف ها حرف خطر میشه و اگر نه شما یه مناظر اینجا بده یه فوش بده به چپی و فوش بده به راستی با اینا مشکل ندارن دانشگاه زیاد برمیزار میکنن اونجا که شما بیا اصل رو پیدا بکنی مشکلات اصلی رو پیدا بکنی نگران کننده میشی به شما بگیرم ما چند بار مرتب بزن رو دومن به این مدر دستشون در میره یکی نصف شب شیش صبح برای اونو که شیشه کشیدن خوابشون نیم برای ندان میگه به خود شش و بار این کار هنی که نگاه کنن میگم اون ساعت یا شب زنده داران یا اینو که شیشه کشیدن که شب زنده دارن که تلویزیونشون خاموش تو سجاده هنو که شیشه کشیدن یه شبکه دیگه هن خب چی کار داری میکنی؟ حواس خودمونو جمع کنی دو سه تا سوال هم سریع جواب بدیم به پردازم بدیم نظر شما راجع به انقلاب جنسی در ایران چیست؟ مستندش میگه
مستندش خب منم دیدم، حالا خیلی اوپن بود مستند، رفت تو کشور خود، آره میدید چه حرفش بود، میگفت ببین اون اروپاه درسته، برید ببینید خیلی جاها تعهد به طرف مقابل خیلی بالا بود، دوست دختر دوست پسر بود اما تک پر بود، متوجه چی میگم؟ گفته بود این آب، این تشنگی، این آب، حالا آبش قبول یه خورده آلودگی داره، اصلا اینجای آلوده، اما داره تشنگیشو برطرف میکنه دیگه، تو بگو بسم الله راهکار چی؟ راهکار چی؟ نمیشه که شما بگی اخجیز تقوا پیشه کنی، تقوا پیشه کنی، یکی این بچه رفته میشه یکی از این مسئولی گفته بود که آره دلو این فشار میبن میخورد، گفته بود دوغ بخور تو خواهی مشکلات برطرف میکنه، بیم کارخونه دوغ بزنیم، از گاوا باید بریم کمک بگیریم، از گاوا باید بریم کمک بگیریم، چیزو خواستم بگم این دوغ بخوره تو خب بله یه چه اینا تو مواد مقوی بخوری، اگر همون جمعیت پسرانی که گفتید نفر چهار همسر اختیار کنم بازم جمعیت بخوام از اساس نه از اسلام فقط همین ها شده بود، آره این هم یه قاعده بوده دیگه، یعنی کلن به لحاظ این نا نرم های جمعیتی هم شد بست دیگه آقای سالان هم بده من به لحاظ این گوش کنید، نرم های جمعیتی عموما تعداد مردها تعداد زنها از مردها بیشتر میشه جامعه، به خاطر اینکه مردها بیشتر در خطره، مردها بیشتر میمیرن، مردها بیشتر تصادف میکنن، حتی تو جنگ ها مردها بیشتر کشته میشن، حتی کشورهای اروپایی نظامی چند تا سرباز زن دارن چند تا مرد، قابل قیاس نیست، یک به 20 یک به 10، چون مردمش بعد زنها بیشتر عمر میکنن، سالمتر میمونن، در خطر نیستن، یک جایی وقتی جامعه دچار استرس میشه پژوهش های پزشکی میگه دخترزایی بیشتر میشه، این یک اتفاق خیلی زیبا در هستیست، چون میخواد جمعیت حفظ شد، چون زن قابلیت افزایش جمعیت داره، مرد نداره، دخترزایی بیشتر تو شرط استرس دخترزایی چی میشه؟ بیشتر میشه، اینجا یه راه بیر یه راه کار بدیم، الان تعداد زن ها از مرد ها بیشتر، خب چه راه کاری شما میتونید بدید که اولا اون انسان میل جنسیش به رسمیت شناخته یه سوال دیگه بپرسم، یه خانه طلاق گرفته 25 سالگی شوهرش معتاد بوده دوز بوده مرده هر چی طلاق گرفته بیوه شده، این الان باید چیکار کنه؟ یک ازدواج مجدد کنه، دو تقوا پیشه کنه تا آخر عمر، خب سه مزخرف کنه، خب گوش کن چون من نمیرسم دیگه، بعد نکته دیگه شو بیانه بگی اینجا مثل تو نشسته در حالت حمله بگی اینا رو بگی بیانه بگی چون که خاموش شد این باترش ما راحت یه حرف هم بزن، خب میخوام جواب بگیم فکر کنید اینا هم دوچار به حالت دیگه همین اینکه ببخشید دوچار فحشا بشه، یکی دیگه مثل همسر دوم بشه، هرچی شما بگید هرچی شما بگید راست من نمیگم والا اخوان حالت دیگه وجود نداره، یا باید دچار فحشا بشه بره بشه بعد این سراغه ببین یه آقا ازدواج بکنه با یه پسر مجرد قبول، من اینا قبولم، چند درصد ممکنه یه پسر مجرد موقع ازدواج بره یه زن مطلقه رو بگیره؟ نه واقعا منطقی تو شما نگاه کنیم احتمالش هست، ما دیدیم اما خیلی کم به نسبت اینکه پسر مجرد 5-6 سال خوش کوچیک‌تر 6 سال خوش کوچیک‌تر دختر مجرد میگه، خب آقا اون آدمه شما به رسمیت نمیشناسید، این میلو خداش آفریدش به رسمیت میشناسه، فرق شما اینه که شما خدا میبودید همه رو بدبخت داعشی ها بدتر بودید، شما خدا میگه اینو آفریدم این انسانه، بابا اینا میل داره، چرا همه اینو خودش میذارن جو زن اولش چه زن دومی نمیذارن؟ ازدواج من اصل بر ازدواج با یک نفر نظر خودم میگم، من فقیه هم نیستم نظر شخصی خودم گفتم، چون من رفتم سری رسول الله میبینم با یه زن ازدواج که 25 سال خودش بزرگتر تا موقعی که عبود ازدواج دیگه نکرد، ازدواج بعدی پیامبرم به شما بگم فکر نکنید رفت هشت دختر ترگل بعد رو گرفت ابدا، من سخنرانی کردم اثبات کردم به 5 دلیلی که جناب عایشه موقع ازدواج با پیامبر حداقل 17 سال سن شده 17 سال تا 24 سال، این که میگن 9 سالش بیشتره این همش دروغ تاریخی از منابع اهل سنت اثبات کردم، تاریخ جمع و تفریق این سال به دنیا اومد این سال ازدواج جمع و تفریق میکنه، پیامبر رفت با سوده بنت زمعه بعد از حضرت خدیجه ازدواج کرد، به حدی
ایشون بنده خدا به لحاظ هیکلی درشت و چاق بود که تنها زن پیامبر بود بعد از آیه حجاب تو خیابون میشناختنش. یعنی با اینکه چهرهش دیده نمیشد روبنداش میگفتن این سوده است. 5 تا دختر یتیم داشت. وقتی پیامبر فرستاد خواستگاریش تعجب کرد، میگفت شما منو سر کار گذاشتید. پیامبر با زنی ازدواج کرد که دندوناش ریخته بود و پیر شده بود. ببینید اینا نکته است، اینا شما اینا نمیبینید آ پیامبر دوچار نعوذ بالله در اراجیف میفرستن دو. اینا نیست، اون یک نگاه های اصلا متفاوت به مقوله ازدواج، هزار بردش رو در نظر میگرفتن. بریم سخنرانی کردم شهر زن 5 جلسه، اینا رو همه رو استدلال از قرآن آوردم با سند، هر جا از منابع اهل سنت آوردم با سند آوردم، صفحه کتاب رو خوندم، بعضا بچه ها تو ترجم عکس کتاب هم گرفتن کار کردن عکس صفحه کتاب. ببین چی داری میگی؟ جناب عایشه میگه من جاریه بیش نبودم که سوره قمر نازل شد حفظش کردم. خب اینم سوره قمر چه سال نازل شده مشخصه، جاریه یعنی چه سن سال مشخصه، جمع تفکر میشه چند فاصله سنیش با خواهر بزرگترش همسر زبیر. اینا رو میرید حساب بکنی، میره با 4-5 روش رو اثبات کنم 29 20 24 سال سنشون بود. برای اینکه اومدن چه پیام بگن که مثلا صرفا آیه مثلا بگه یه برای اینکه بگه مثلا سوگلی پیغمبر بود سنش کم بود چیه امروز باعث شده اینا به گردن میگیری این توهینا که پیغمبر داره چه واسطه این حرفای شما اون دونه جواب رسول الله میدی؟ اطلاع ندونم جز خودش دریوری تو تلگرام اومده شنیده آمده امام حسین گفته ایرانی ها اخنجیزن بدن دیوانه. این اصلا ابو عبدالله تو روایت امام صادق اولا امام بود اینقدر نمیفهمه. دو این اصلا این سندش فاتحش خونده، سه ادامهش رو بخونه همونو، 4 اهل بیت همیشه متهم بودن به اینکه چرا شما بین غیر عرب و عرب غیر عرب رو ترجیح دادی به عرب، متهم بودن به وقت این آقای امام حسن امام حسین اومدن تا جنگ با ایرانیا بودن. اولا بحث نژادی بذارید کنار، اگه یکی جلو مسلمان رو جنگیده رو دفاع کنه میگه یک دو دروغه، پاشون به ایران نرسیده، تنها امامی که پاش تو ایران رسید امام رضا بود، بعد از ایشون امیرالمومنین تا مدائن اومد، اینا تا الان تو عراق هیچ کدوم کی میگه تاریخ قاطبی تا باید سند نداره، همین که نقل کرده هر چیزی که اومد تو تاریخ باید نقل کنه. این خواستن برای فتوحاتشون علت تراشی بکنن میگن اهل بیت هم راضی بودن. اصلا ببین چرا یکی از دلایل وجود تصمیم که میگن لقب امام رضا رضا ببین چه بس که مردم گفتن رضا من آل محمد رضا من آل محمد، ما فقط راضی میگه از اهل بیت پیغمبر خلیفه بشه، اینقدر میگفتن معمول میخواستیم اعتراضات رو ساکت بکنه، رفت امام رضا رو بردش ولایت خودش، گفتم اون رضا که میگفتی رضا من آل محمد بیا میل وجود داشت جامعه اسلامی نسبت به اهل بیت، برای همین کاراشون رو می‌خواستن یه کاری کنن یه ربطی می‌دادن به اهل بیت، می‌رفتن یه مشاوره می‌گرفتن یه کاری می‌کردن که اهل بیت تایید کنه، چون اهل بیت مشروعیت می‌داد وقتی تایید می‌کردن کار. برای شما رضا امام حسین من بیعت نمی‌کنم، میگم اگه بیعت کنم مشروعیت میدم به این، عمرم بیعت نمی‌کنم، تیکه تیکم کنید. اون رفت طرف شنیده همین دریوری تو رو می‌خواست، خیلی خطرناکه اینا، باید حواسمون جمع باشه دقت بکنیم، اهل تحقیق باشیم پژوهش کنیم، یه شبه 20 تا شبه با شما سرما توجه جمع دونه دونه بخون برو دنبال جواب باشه تماشا برو سراغ بعد هیچ با که من دانشگاه دارم میرم داد میزنم میگم آقا من از مکتب تشریح میتونم دفاع کنم، هر کی میتونه بسم الله این تریبون مال من اون تریبون یه میکروفونم بده بش بده جوش مناظره کنم بودم جلسه دانشگاه هم میگم یهودی بلانش گفت نه اینا نیست تو کتاب گفتم نیست بیا بالا فکر کن میتونی بگی دری بیا وایسا لپتاپ واسه کردم فقط آیه تورات میخونم صوتش پخش شد تو اینترنت بهت گوش کنم چی میگی نیست دارم بیام فکر نکن فکر کردی یه چیزی میگی در میگی اینا نیوایس تو بیا اینجا یه حرفی نزن شبه به نزد زن مردم بیا اینجا بشین جواب میدم بهت دونه دونه کتاب خودتون جواب میدم قابل دفاعی حواست باشه جوونی کن خوش بگذارم کور بشه هر کی نمیتونه ببینه منتها آدم باش خراب نکن خود لوس نکن دستمال کاغذی نباش سهل الوصول نباش سهل الوصول نباش بیارزش میشه کوه نوردا قله رو که فتح بکنن دیگه تمایل ندارن آنجا برن نه کوه نوردی رفتی دارن من میرم
قله رو که فتح میکنی دیگه دوست نداری. وقتی سبلان رو میزنی فقط به دماوند فکر میکنی، دیگه سبلان تو رو راضی نمیکنه. اگر وجودتون فتح شد برای آدمی، دیگه به شما فکر نمیکنه. هر کی میخوای باشی باش، به یکی دیگه فکر میکنه. پسرا توی خانم ها کسی که بهشون توجه نمیکنه بیشتر براشون عزیزه. این چرا توجه میکنه؟ یه سلام بفرست. برای اینکه حادثه منا پیش نیاد، خانما از اون در، آقایون هم از این در، ان شاءالله خوشبخت بشید همتون. دست